بسم الله الرحمن الرحیم. من در قلبان بیشه خود ایدئال ها را جستجو سعی من به قوانین الهی وفادارم، حتی سعی کردم این عشقو برای همیشه بکشم، ولی این عشق نمیخواد بمیره. چون با مردم صمیمی هستم، چون به مردم آگاهانم. زندگی من بیغش است، رازی در آن نیست، چون سالوس بازان نیستم. وگر گذاشتن تا رسیدن به خواسته مردم، یعنی خوشبختی و سعادت. در سال 36 که من آمدم توی این کار، در یک امتحانی برنده شدم و این امتحان قرار بود ما رو ببره به ایتالیا به عنوان گوینده. البته پدرم با این کار سخت مخالف بود، اصولا با کار هنری مخالف بود، مادرم نه. قرارداد منو اون آمد در داریوش فین با آقا بابیان انگوش زد پای قرارداد منو که البته نشد. من جا موندم و این جا موندن باعث خیلی مسائل شد. روم نمیشد برگردم خونه. من دیگه از ماجرای فیلم و دوبله اومده بودم بیرون، اصلا راجبش فکر نمی کردم. حتی سعی کردم این عشقو برای همیشه بکشم، ولی این عشق نمیخواد بمیره. به سینما خیلی علاقه داشتم، به تئاتر خیلی علاقه داشتم. گشتم تا براخره سر از استودیوی دی سی آی در بردم و اونجا مشغول کار شدم. اولین کارم دادن افکت بود، صدای پای هنرپیشه‌های فیلم، و هر کاری اونا میکردن من میبایستی انجام میدادم به صورت سرصدا. و بعد از مدتی کارم یاد گرفتم و بعد معرفی شدم به شادروان علی کسمایی. ایشون اولین استاد من بود در این کار، در واقع اون بود که درها رو به روی من گشود. من اونجا نگاه کردم و فهمیدم پشت اون چیزایی که من دوستشون دارم چه چیزایی خوابیده. وقتی رومیا منو به طرف کشتی می بردن، تشنگی داشت منو از پا در می آورد، ولی مرد ناشناسی به من آب داد و من زنده موندم. هنوزم تشنم. کم کم تئاتر خودشو از من دور کرد و علاقه منو به این کار زیاد کرد. دیدم هرچی هست توی اینه، باید بگردم و پیدا کنم. نقشای متنوع زیاد گفتم. کم کم دیگه به قول معروف راه و چاه کار به دستم. احتیاج دارم، اگه واجب نبود اصلا به درونه می‌نختم، خود که میدونی. حالا نمیتونی یه جوری جوریش کنی؟ وقتی مردیم و تو به خاطر عمل کردن مطابق وجدانت به بهش رفتی و من به خاطر امتناع به جهنم، حاضر میشی با من بیایی به خاطر دوستی؟ تو مرا به گیلوتین سپردم تا باز دیکتاتوری پاس شود، هر آن که داشتی. خدا در گرفتن انتقام به من کمک بکنه. دعا میکنم تا وقتی که من برمیگردم تو زنده باشی. خیلی شجاعی، اون شجاعترین مرد صحراست. برا باز کشته نمیشه، مرگ برای برا باز نیست. این نظام روزگاره، یعنی این روزگاره خانده ای نزلی بی زنانه. در ظرف چند هفته میشه بچه های مردار لازم مدرن حفاری رو فراخون کرد. تا چه مدت میتونن این کارم بگیرم؟ یه دوزاری برای تلفن به ما حرومه نکرده. میتونی معنیش چیه؟ میتونم گلاره حسه بکنم.
درستی میخواد پوزمونو به خاچه بماله. خیلی خوب بماله، من گلیجی نمی کنم. ده نده تو رو بگوله بگولوله باشه، تو گفتی دی اصله اونم باشه، محافظیت نباشه باشه، مغزم گندید 10 سال در بدری بسی نیست، من میرم خونم میکرم. نترس، من زود بر میکردم. بخواه که درزت باز نکن، من که کلید دارم. بخواد نترس، خیلی مهمه و ایلا غیر ممکن بود برم. حتی همسرم هم تو این کار من انتخاب کردم، همکار خودم بود و یک فیلم با هم صحبت میکردیم. میدونی چرا ازت خواستم بیا اینجا؟ شاید حالا نوبت من شده که باید جلوت بزنو بیافتم. زمانی که فیلم دانتون رو با آقای قنبری کار میکردیم به من زنگ زدن که مرحوم علی حاتمی که وقت میکنی بیای اینجا. گفتم اونجا کجاست؟ گفت نزدیک استودیو شماست. آدرس گرفتم و رفتم، یه جایی بود، دیدم که یه خونه قدیمیه، معماری قدیمی، این خونه های 50-60 سال پیش، حیاتی و حوزی و پلکانی و آبنباری و پاشیری و گفت اینجا لوکیشن فیلم بعدی منه، میخواستم ببینی. گفتم کدوم فیلم؟ گفتم فیلمه که میخوام بسازم. فیلم مادر. اگر در قبول خودم تردد دارین، در قبول هدایم تو دل نباشی. نه نه زکه، خودم خوردم زمین، صابونو خود دادن عزیز خدا، چشم رد تو دوش. به این مقدارم خوب خود من فکر میکردم راجبشون، چند شخصیتی، چه بسه از خود منم چند شخصیت تولید کردن، خودم خبر نداشتم. آقا اسم گراند هتل فی الواقع باید تعویض کنید، بفرمایید گراند هتل. تحفه نتنزه، کار دست استاد کار ایرانی، دقیق. شخص اول بندگان اعلی حضرت. خاموش. بله. نه سیگارتون نه، اون افسانه های مگورو. دفتر چایم جلشی میاد تو چاپ والتا میشکولم. اگه مردی رضا یدم خودت به من برم تا قیمت قیمت بکولم. و آدم پناه میبره واقعا به اینکه یه شخصیت باشه، نه چند شخصیت، چون جامعه نمیپذیره آدم چند شخصیتی رو. من لیر نیستم، لیر این گونه راه می رود، این گونه سخن می گوید، چشمانش کجاست؟ یا من شعورم دوچار ضعف شده یا عقلم به خواب رفته است. ها این راه رفتن اوست. چه کسی می تواند به من بگوید که من کیستم؟ دوست داشتم منبشه بشم، ولی چیزی رو آریه با خودم نیاوردم. هرچی بوده از سازندگی جامعه بوده، منو جامعه ساخت. بزرگ داشت منوچهر اسماعیلی در 36th جشنواره فیلم فجر. استاد فرهیخته، جناب آقای منوچهر اسماعیلی، صدای ماندگار و آوای آرام بخش حضرت عالی، ترجمان عشق و شور است که طی ده ها سال فعالیت هنری زلف افشان و حیران زمینیان را به آسمان ها گره زده، تار و پودی جادویی خلق کرده است. 36th جشنواره فیلم فجر همسو با دیگر مشتاقان فرهنگ این سرزمین
مقام شامخ و رفیع جنابالی را در عرصه سینمای ایران و جهان ارج نهاده، از درگاه خداوند متعال توفیق، سلامتی و جاودانگی صدایتان را مسئلت می نماید. دبیر جشنواره دکتر ابراهیم داروغزاده. دعوت می کنم از اساتید ابوالحسن خان تهامی و سعید خان راد که به روی صحنه بیان برای تجلیل از استاد منوچهر اسماعیلی. صداهای ماندگار زیادی امشب بین ما هستند. استاد پرویز بهرام، جناب منوچهر والیزاده، استاد حسین عرفانی، استاد منوچهر والیزاده واقعا به افتخار همه این صداها. خیلی متشکرم. سلام. در همه فیلم ها شما سلام کردم. امشب جواب دادین. جا داره که منم به سهم خودم از استاد علی معلم یاد کنم که یک سال از رحلتش میگذره و به همسر و خانواده محترمش تسلیت میگم. زیاد وقتتون نمیگیرم. حال خوشی هم ندارم. بعد از دیدن این صحنه ها قبول کنید که توان ایستادن ندارم. خیلی متشکرم. اجازه بدید که برم بشینم. زنده باشید. من جسارت میکنم از دوستانم خواهش میکنم یک صندلی لطفاً بیارن از پشت صحنه. اجازه بدید این بخش که بخش خیلی خیلی فوق‌العاده به این زودی تمام نشه، دوستان یک صندلی بیارن. میگن خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. من میخوام دعوت بکنم ابتدا از استاد ابوالحسن تهامی و بعد از سعید خان راد که فکر میکنم در 7-8 فیلم آقای اسماعیلی جای آقای راد صحبت کردن، برامون از جناب منوچهر اسماعیلی بگن. آقای تهامی یا آقای راد، نمیدونم، هر کدوم از بزرگواران بفرمایید. آقای تهامی. بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم. به 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 این صدا. درود بر شما. استاد منوچهر اسماعیلی از نوابغ کار هنری ایران هستند در کار صدا. از آغازی که پا به هنر
یا فن دوبلاژ گذاشتن. من افتخار این رو داشتم که 60 سال در کنار ایشون باشم و بیاموزم از منوچهر اسماعیلی. دو هنرمند بزرگ جهانی، ویلیام هولدن و هنرمند دیگری که چندین بار منوچهر اسماعیلی به جاش صحبت کرده، اینها وقتی که به ایران آمدن و فیلم‌های خودشون رو به زبان فارسی تماشا کردن، گفتن که باور نمی‌کنیم که ما زبان فارسی می‌دونیم و فارسی می‌تونیم صحبت بکنیم. منوچهر اسماعیلی در تمام نقش‌هایی که می‌گفت سعی می‌کرد صدای همون هنرپیشه رو به زبان فارسی و برای جامعه فارسی زبان منتقل بکنه. ویلیام هولدن واقعا شگفت زده شده بود که صدای خودش رو میشنید که فارسی صحبت میکنه، و هنرمندان دیگه که به ایران آمدن و دیدن. منوچهر اسماعیلی به دوبله ایران رونق داد، به دوبله ایران شخصیت داد. اولین کسی بود که قدر هنر خودش رو میدانست و خودش رو و هنر خودش رو ارزان نمی فروخت و به دیگران، به من و امثال من که کوچکتر از ایشان بودیم و راه ایشون رو دنبال می کردیم، آموخت که همچنان باشیم. درود بر منوچهر اسماعیلی. سپاسگزارم جناب آقای تهامی. چقدر چهره‌های عزیزی از دوبلاژ می‌بینم. جناب آقای سیامک اطلسی که از بزرگان هستند، جناب آقای ناصر ممدوح که تسلیت هم ما به شما البته بدهکاریم، عزادار همسرشون هستن، اما با افتخارشون دست می‌زنیم. ببخشید اگر اسم‌ها رو از قلم می‌اندازم، دوست عزیزم افشین زینوری و بسیاری دیگر. اما جناب آقای سعید را متشکرم. من وقتی به من گفتن که برای بزرگداشت آقای اسماعیلی دعوت داری، من باور کنید ذوق زده شدم، به دلیل اینکه رفتم به گذشته، به سالهای قبل که سینمای ما صدا سر صحنه نبود و دوربین آریفلکس صدا میداد و ما مجبور بودیم که فیلم ها رو در اتاق دوبله دوبلاش کنم، به اصطلاح صدا بذارم. خب تازه من جوه نام بودم و آمده بودم و زیاد به این تکنیک وارد نبودم. یکی دوبار سعی کردم رفتم اتاق دوبله که بتونم یاد بگیرم و خودم به جای خودم صحبت کنم. دیدم اصلا یک دنیای دیگه است، یعنی یک دنیای بیکران و بزرگ که آدمای ممتاز، آدمایی که جنم دارن و آدمایی که حرفه‌ای‌ان می‌طلبه. هر وقت صحبت می‌شد که به جای تو در این فیلم آقای اسماعیلی می‌خواد صحبت کنه، من واقعا خوابم نمی بود، برای اینکه اینقدر ایشون اعتبار داشتن و وقتی ما تکیه میکردیم به صداشون و فیلمی که من توی جایزه گرفتم، فیلم تعینا سال 52، آقای اسماعیلی صحبت کردن، فیلم به نمایش در نیامده خط قرمز و چند فیلم دیگه و معروفترینش فیلمی که ایشون در اونجا به من جان بخشیدن، فیلم بزرگ عقاب‌ها. آقای اسماعیلی با کلمه نمیشه ستایششون کرد، حتی عالی جناب، بزرگ، سرور، اینا واقعا در مقام ایشون خیلی کم میاره. ولی من یک چیزی رو برای این سالن باشکوه که سینماست و شادیه و حرکته و باعث افتخار این سالن‌های باشکوه برای سینمای ما و هر سال پربارتر، اینه که برای منوچهر اسماعیلی به خاطر تمام اون قدمتش و شکوهش خواهش میکنم یک دقیقه بیستیم و دست بزنیم.
عمرتون دراز و پرگل. بالکن‌نشین ها آقای تهامی هم مثل که میخواستن نکته رو اضافه کنن، خواهش میکنن. خیلی ببخشید، من نام آنتونی کوئین در موقعی که گفتم دو هنرمند بودن که به ایران آمدن از ذهنم محو شد. در اینجا اصلاح میکنم که یکی از کسانی که واقعا شگفت زده شد صدای آقای منوچهر اسماعیلی رو جای خودش دید، که دید با همون صدا، با همون آکسان، با همون لرزش ها، با همون حالت ها به جای خودش حرف میزنه، واقعا شگفت زده شد. حفص عزیز رو تشویق بفرمایید. به به